هموطنانمون در داخل کشور با تماس‌های مکرر خودشون جنایت علیه بشریت در اشرف رو محکوم می‌کنند. جنایتی که با همان روح پلیدی که قتل عام سال 67 رو مرتکب شد صورت گرفت. هموطنانمون در این پیام‌ها با قهرمانان شهید اشرف تجدید عهد می‌کنند که تا وقتی رژیم آخوندی رو سرنگون نکنیم از پای نخواهیم نشست. سلام، سوگند هستم از تهران، از جوانان هوادار مجاهدین. محکوم باد اعمال جنایتکاران در اشرف و شهادت 52 مجاهد قهرمان. درود بر شهیدان مقاوم اشرف که با شهادت خودشون به مظلومانه‌ترین شکل ثابت کردن که حماسه آشورا تکرار شدنی است. نشون دادن که انسانیت تو مرحله میتونه نزول پیدا کنه که وحشیانه بریزن یا انسانهای بیگناه رو بکشن. نمیدونم خامنه ای کسانی که این جنایت علیه بشریت انجام دادن چه چیزی میخواستن، ولی مسلما به هدف خودشون نخواهند رسید. اگر هدف از بین بردن اشرف اشرفی بود، یعنی هنوز نفهمیدن که اشرفی یه نقطه نیست، اشرفی دیگه توی اشرف نیست، فقط توی اشرف نیست، یا میخواستن قدرت خودشون نشون بدن که با این کار ما فهمیدیم تا چه حد ذلیل شدن. درست همون کاری که خمینی بعد جامعه زخ کرد، قتل عام مجاهدین در زندان ها، تا همین حد ضعیف بدبخت. اگر هم میخواستن ماها رو بترسونن سخت در اشتباه بودن، چون اگه تا 9 شهریور 92 من به عنوان یه دانشجوی ایرانی فقط برای آزادی ایران و پیروزی مجاهدین دعا میکردم، از یک شنبه خونین اشرف نه تنها هر نفسم دعا برای آزادی و پیروزیه، بلکه ذهنم هر لحظه آماده است برای ضربه زدن و آتش بپا کردن و سوزوندن ریش و ریشه خامنه ای. خامنه ای بعد از مسعود سال 59 گفت و مجاهدین این همه سال تکرار کردن که هر دست و سر چشم قلبی که از مجاهدین کم بشه هزاران دست و سر چشم قلب جاشو پر میکنه. تو باید به این جمله ایمان بیاری، حتی مجاهدین رو بیشتر شهید کنی مجاهدین بیشتر میشن، چون خونشون گلزار مقاومت و ایستادگی رو آبیاری میکنه و قنچه های بیشتری سرباز میکنند. مجاهدین هستن تا روزی که آزادی ایران، تا روز آزادی ایران هستن، تا سرنگونی تو هستن، تا ابدیت، چون حق از بین نمیره. در ضمن آمریکا و ملل متحد باید هر چه زودتر برای آزادی خواهران و برادرمون که گروگان گرفته شدن اقدام کنند. البته تا اینجا که نشون دادن که جون انسان ها برایشان از پول کم ارزش داره و سرش مماشات میکنن، ولی اونها قول دادن و توافق نامه امضا کردن. حداقل برای خودتون و شخصیت انسانی خودتون ارزش قائل باشید. مگر اصل ولایت فقیه لعنت و خامنه ی خمینی. درود بر شهیدان مقاوم 10 شهریور 1392. درود بر مجاهدین. درود بر رجوی. درود بر آزادی خواهان. سلام و درود به شما. از تهران تماس میگیرم با حمله جنایتکارانه به اشرف رو محکوم کنم. خیلی سخت و دردناکی که ببینی پاکترین انسانهایی رو که میشناسی اونچنین به شهادت میرسونن، کسی هم کاری جز یک محکومیت انجام نمیده. فریادهامون که گلو خفه شده، تنها منتظر یک فرصت هستیم تا با همین فریادها کاخ سلطنت خامنه ای رو بیشترش خراب کنیم. در آخر میخوام بیان کنم که آقای سلامی که فقط اکنامه بیانیه صادر میکنید یا فقط به این محکومیت خالی اکتفا میکنید، حالا این محکومیت ها جوابوی خون شهیدان ما میشه؟ مسئولیت این خون های ریخته شده با شما، چون شما حافظ جان آنها بودید. در آخر به همه تون درود میفرستم با امید پیروزی. خدا حافظ. Don't stop.
سلام، من مادر دو ماکرد هستم، از ایران تماس گرفتم تا حمله وحشیانه به شهر اشرف رو محکوم کنم. سلام و نفید استفتم به تمام کسانی که دستور این حمله رو دادم. برنامه ریزی کردم. کسانی که حمله کردم به فرزندان ما و اونها رو به مظلومانه به شهادت رسوندم. به کسانی که سکوت کردم و کاری که اعلام یک محکومیت نکردم و تحقیقات در باره قاتلین عزیزان ما رو به خود قاتل سپردم. مردم لنگ و نسیم عبدی و کسانی که چشماشون رو روی این جنایت وحشیانه میبندن و اقدامی برای شناسایی قاتلین فرزندان ما و مجازاتشان نمی کنند و امید سرنگونی هرچی ظالم در هر کجای جهان. ای خامنه ای اینو بدون که به زودی سرنگونی هر کاری بکنی به نفر رفتنی هستی. لنگ و نسیم و همه ظالمین جهان. خدا حافظ.